آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از استنفورد آمریکا با ماست. آقای آرامش، اول گفته شد که گرمازده شدن ایشون، بعد هم معلوم شد که دوچار ذات‌الریه هستن، عفونت ریه. الان معلوم هست که وضعیت خانم کلینتون چگونه است؟ تا چه اندازه این بیماری جدیه؟ ذات‌الریه عفونی حالت باکتری مانند داشته، به خاطر همین به انگلیسی بهش میگن یک حالت ذات‌الریه سرپایی، چیز خیلی جدی نیست. اما اینو در نظر داشته باشید که هر دو کاندید ریاست جمهوری در این دوره، هم آقای ترامپ هم خانم کلینتون، نسبتاً سنشون بالاتر است از سن کسایی که سالهای پیش مثل آقای اوباما یا مثل آقای کلینتون در این کارزارها بودن. خب آقای مکین دفعات پیش سنشون بالا بود، ولی اگر هر کدوم از این دو نفر، خانم کلینتون یا آقای ترامپ، منتخب بشن، در 69 سالگی وارد کاخ سفید خواهند شد که پیرترین یعنی مسنترین رئیس جمهور آمریکا آقای ریگان بود که 70 سالگی وارد کاخ سفید شد. این که سن بالا میره، بالاخره شما در نظر داشته باشید که این دو نفر باید در کارزارهای مختلف انتخاباتی با صدها، بعضی موقع با هزاران نفر در طول هفته دست بدن و بالاخره این ریسک برداشتن باکتری یا ویروس رو زیادتر میکنه. به نظر اما نمیاد که یک مسئله جدی آنچنان حادی باشه که ایشون کمپین خودش رو در این حالت رها بکنه، ولی بالاخره هر دو کاندید برای مقداری در مورد وضعیت جسمیشون با مخاطبین و رای دهنده های مقداری با صداقت بیشتر و شفافیت بیشتری برخورد کنه. دقیقا همین موضوع الان بر فضای رسانه‌ای در آمریکا سایه افکنده، موضوع سلامتی کاندیداها. در مورد آقای ترامپ چی میدونیم؟ آقای ترامپ تا چه اندازه در مورد وضعیت صحی خودش، در مورد سلامتی خودش شفاف عمل کرده؟ ایشون هم همینطور. تا حالا ما نیومدیم که یک نتایج آزمایش‌های کامل هر دو طرف رو ببینیم. البته اینم در نظر داشته باشید، هیچ قانونی نیست که بگوید شما حتما باید سالم باشید که بتونید کاندید ریاست جمهوری باشید. اتفاقا برعکس، بر اساس قوانین حقوق مدنی امریکا و قوانین ضد تبعیض، شما نمیتونید به خاطر وضعیت جسمی کسی اون رو برای هر شغلی حالا باشه، به غیر از استثناءات بسیار خاصی، اونها رو برشون این شغل رو به قول معروف منکر بشید و نفی بکنید. اما یک عرفی هست در سیاست آمریکا که حدوداً 40 چند سال اخیر معمولا کاندیداهای اصلی ریاست جمهوری آزمایش‌ها و پرونده‌های پزشکیشون رو برای مردم نشون دادن. اما اینم در نظر داشته باشید، خب شاید مشهورترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا آقای فرانکلین روزولت که 4 مرتبه هم قبل از عوض کردن قانون 4 مرتبه هم رئیس جمهور آمریکا شد، ایشون وضعیت جسمی بسیار بدی داشت و سالهای سال روی ویلچر بود حتی قبل از که اصلا انتخاب بشه. متشکرم از آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس مسائل امنیت ملی از استنفورد آمریکا با ما.